خب اجازه بفرمید که برویم به اسرائیل و شرکت کنیم همزمان در پخش زنده روز کوروش در اسرائیل. خانم ها آقایان، سفری بدون بلیط و بدون گذرنامه. بفهمید. درود بر شما جناب مناشه امیر از به به عجب تصویری. درود بر شما. نکوداشت در اینجا برگزار میشه با تقریب و شادباشها و سخنرانی رئیس دانشگاه شروع شد. پروفسور خردی دانشمندان سخنرانی کرد، خوندن به مجسمه های کوروش بزرگ، حافظ و فردوسی پشت سر رو یه خود بلندتر صحبت کنیم آقای مناشمی، یه ذره بلندتر صحبت کنیم. فارسی میانه رو خانم مقامات جمهوری اسلامی میگویند مردم میگویند از کوروش یاد بگیرید. کوروش کبیر، من امیدوارم سال آینده چند جمله از این سخنرانی رو بشنوید و بعد از اون من ممنونم. آفرین، باریکلا باریکلا ایرانی های اسرائیل، باریکلا. تمام شد و منتظر برنامه بعدی هستیم. ماشاءالله اینا همه ایرانی هستن آقای. همه ایرانی هستن. مجسمه کوروش بزرگ و فردوسی و حافظ رو میبارم. میبینید؟ بله. نبیل سیدی هم هست که برنامه رو اجرا میکنه. امریکا با هم شعر به ارامیت و آهنگای خیلی قشنگ داره، به موسیقی ایرانی آشنایی کامل داره و آهنگای ایرانی رو با جذبه بسیار میخونه و اجرا میکنه. آقای مناشمی، پرچم شیر و خورشید هم میبینم اونجا، درسته؟ بله، البته پرچم شیر و خورشید هست، پرچم ملی اسرائیل هست، مجسمه های کوروش، حافظ و فردوسی و این جمعیت بزرگی که شما الان در اینجا میبینید. بله، عجب مجسمه های زیبایی هم هست. بسیار زیباست، بسیار هنرمندانه است. ماست ایرانه و مستقیمن نه مستقیم خیلی مستقیم به افتاری رفتیده و برای بزرگ داشته کنید. مولاد که اسرائیل، ابو شیلی مولاد به کردستان، ایمو شیلی مولاد به ارمیه به ازایه. بابایت دیبرو ارمیت، אבל כשלא רוצו שאנחנו נבין הילדים, אז דיברו בפרסית. خانم سیوان شهراب که این مراسم رو برگزار میکنه با لباس همسر کوروش کبیر روی صحنه آمد و شادباش گفت. ایرانیان برون مرزی شادباش گفت. من صدا ندارم. خب آقای مناشمی، چون موزیک ممکنه کپی رایت داشته باشه، ممکن است که شما تشریف ببرید اتاق دیگه، پس گفتگومون رو ادامه بدیم. سهمن میشنم آقای مناشمی؟ نه، صدای منو ایشون میشنون؟ نه، من فکر نمی کنم، موزیک رو نوت نیست، این نوت نمیتونه کپی رایت داشته باشه. خب سلام
خب آقای مناشی امیر دارن جاشون رو تغییر میدن و چقدر باعث خوشحالی است. چقدر 4 جا لاقل ما میدونیم، برلین، کلن، اسرائیل و بالاخره لس آنجلس. من به شما قول میدم سال دیگه این موقع اگر پیش احمد آزاد نبودم حتما این به 40 شهر خواهد رسید. در سراسر دنیا جشن بزرگ کوروش برگزار خواهد شد. در لس آنجلس قول بهتون میدم 10,000 نفر در این جشن شرکت میکنن. یک اتفاق فوق العاده. ولی شما دوستان هم باید همراهی بکنید. طوفان عزیز خیلی متشکرم، بیژن و نیوشا جان عزیز. خب نمیدونم آقای مناشه امیر. بله بله آقا دست شما درد نکنه، عجب زحمتی. بله. چی بود حالا راجع به این؟ عرضم به حضورتون که به ما توضیح بدید که برگزار کنندهش کی بود، زحمت هایی که کشیدن، قدردانی بشه ازشون، بفرمایید. بله، یک سازمان جدیدی در اسرائیل به وجود اومده به اسم فرهنگ سرای ایران در اسرائیل که هدف خودش رو اشاعه و گسترش فرهنگ ایران زمین در بین اسرائیلی ها میدونه که پلی باشه برای دوستی بین دو ملت ایران و اسرائیل، چون ملت اسرائیل خودش نسبت به ملت ایران مدیون میدونه. کوروش کبیر جایگاه بسیار شایسته ای در فرهنگ و تاریخ و حتی دین یهود داره و مورد احترام همگان هست و واقعا ملت یهود و ملت اسرائیل ایرانیان رو دوست دارن، میخوان با اونها ادامه همکاری داشته باشن و ایمان دارن که این دوران سیاهی که همکنون برقرار هست و میگوید که اسرائیل باید نابود بشه و برای رسیدن به این هدف انواع ترفندها رو به کار میبرن، ولی این یک دوران گذر بسیار کوتاهی خواهد بود و روابط دوستانه بین دو ملت همان گونه که پیش از آمدن خمینی بود دوباره برقرار بشه. در واقع آنچه که امشب در شهر کلون در دانشگاه صنعتی کیت در کلون میگذره نشان دیگری از پیمان دوستی و همکاری و برادری و همیاری است بین ایرانیان اسرائیل، بین شهروندان اسرائیل و ملت ایران و به یاد دورانی که روابط بسیار دوستانه بین دو ملت برقرار بود، به یاد دورانی که کوروش کبیر نه فقط یهودیان و اقوام دیگر رو از اسارت بابل آزاد کرد، بلکه به اونها گفت که برید به سرزمین خودتون، آیین خودتون، وطن خودتون و هر خدایی که دارید بپرستید. یهودیان خدای خودشون رو و دیگران هم خدای خودشون رو حساب بکنید. در یک دوران بربریت، وحشیگری، جنایت، ستمگری در که معمول در آن دوران پادشاهی پیدا میشه که وقتی جایی رو تخریب میکنه مردمش رو صحنه میداره، درد بهشون احترام میذاره، میگه من هر چی که شما میپرستید بهش احترام میگذارم، آزادید، برگردید به سرزمین های خودشون. چون در آن دوران هر امپراتور ظالمی که یک سرزمینی رو اشغال میکرد مردم اونجا رو به تبعید میده و کشور یهود اشغال شد توسط این حکومت جابر بابل و اینها رو برد در بابل عراق امروز زندگی بکنن، ولی اونها هرگز وطن خودشون رو فراموش نکردن و وقتی کوروش کبیر آمد و به اونها اجازه داد که برگردن به وطن خودشون، خواستن به بیت المقدس ستایشگاه بزرگ یهود رو دوباره بنا بکنن. مشکلات مالی داشتن، به شاه ایران مراجعه کردن و شاه ایران کمک مالی کرد که بیت المقدس یهود دوباره برپا بشه، همون بیت المقدسی که الان حکومت ایران میخواد اون رو ویران بکنه. بنابراین دوران دوستی و همکاری بوده، الان دوران ستیز و خصومت و ناامیدی است که ما امیدواریم که بسیار. آقای مناشه، به پیشنهاد دوستان
خواهش میکنم که اگه ممکن بود به دوستانمون بگید فیلم کامل این مراسم بفرستن ما تو تلویزیون کامل پخش کنیم. حتما بله این تقریه میشه و حتما خواهم فرستاد و ممنونم. حتی شنیدن موسیقی هاش میتونی جالب باشه که چطور افرادی که اسرائیلی هستن یا از بخارا آمدن یا از کشورهای دیگر اینا میایند و به زبان فارسی بله. برنامه پخش میکنن و سپاسگزارم که یک چنین محبتی از جانب مردم اسرائیل نسبت به مردم ایران. من یه نکته ای رو به مردم بگم. نشانه هویت ایرانی احترام به همه ملت ها، به همه دولت ها، رابطه اخلاقی، رابطه انسانی است. ویژگی جمهوری اسلامی که ضد هویت ایرانی است، ضد اسرائیلی بودن، ضد امریکایی بودن، ضد نمیدونم حضرت همه، ما مدعی هویت ایرانی هستیم. به همین دلیل به همه ملت ها احترام میذاریم، به همه دولت ها احترام میذاریم. خب آقای مناشمی، هفته گذشته اوج تهدیدات نظامی علیه ایران بود. دیگه امریکایی هم رئیس جمهور رو همه گفتن، از گزینه‌های دیگه صحبت کردن و نخست وزیر اسرائیل و یک نماینده حزب لیکود در پارلمان اسرائیل و خلاصه همه دارن از حمله نظامی حرف میزنن. شما چقدر داری نزدیک میشید به اینکه ممکن است بشود آنچه که نباید؟ من این سوال شما رو وسیع‌ترش میکنم و میگم که دنیا چه میخواد بکنه و ایالات متحده چه میخواد بکنه و کشورهای اروپایی چه میخواد بکنن و اسرائیل. از آقای بایدن شروع بکنیم که امروز ایشون گفت که ما تجاوز و تعرض رو تحمل نمی کنیم و حملات پهپادی حکومت ایران یا افرادی که به مجوری حکومت ایران فعالیت می کنند رو پاسخ داریم. میخوام ببینم که آقای بایدن بعد از آخرین حمله که به قرار داره امریکای گفتاد و مسلم شد، خود همشون میگن که اینا فخواب حکومت ایران بود، گرچه ممکن است که توسط مزوران ایران به حرکت در اومده این که پرواز در اومده بود. آقای بایدن گفت ما مجازات میکنیم و واکنش نشون بدیم. من منتظر واکنش ایشون هستم. ولی سخن دیگری که اون به نظر من خیلی مهمه آنتونی بلینکن بود که ما همه گزینه ها رو در برابر حکومت ایران روی میز داریم و از جمله گزینه نظامی. من واژه نظامی رو اولین باره که از زبان وزیر خارجه آمریکا میشنوم و تاکنون از زبان آقای بایدن ما این رو نشنیدیم. و همچنین فرستادن بمب‌افکن بسیار سنگین B-1B به حوزه خلیج فارس و این واقعیت که دریافتی که از جنگنده های اسرائیلی اون رو همراهی کردن و در ادامهش جنگنده های امیرنشین های عرب بود که اون رو هدایت کردن و این یک پیام است که آمریکا تنها نیست، اسرائیل و کشورهای عرب امیرنشین های حوزه خاورمیانه هم در کنار آمریکا هستند. و باز تکرار نمیخوایم بکنیم که اسرائیل 1,500,000,000 دلار اختصاص داده، جنگنده های اسرائیلی تمرین هاشون رو علیه حکومت ایران اثر گرفتن. پس فردا روز چهارشنبه در اسرائیل رزمایش دفاع پشت جبهه آغاز میشه. فرض در این رزمایش این است که اگر جنگ بشه از اسرائیل از چهار طرف هدف حملات موشکی قرار میگیره و برخی از شهرها یا آبادی ها ممکنه ویران بشه. چطوری در اسرع وقت اون مردم رو میشه تخلیه کرد و به نقاط دیگر بود. یک فرض دیگر این است که اگر جنگ بشه و حملات موشکی بشه ممکن است که دشمن با مواد شیمیایی بخواهد که به جان مردم اسرائیل تعرض بکنه و چطوری این رو میشه کنترل کرد. یعنی یک رزمایشی که چندین چند روز
طول میکشیم و تنها هدف حمایت و حفاظت از شهروندان پشت جبهه در صورتی که اسرائیل بخواهد به حکومت ایران حمله بکنه و بخواهد تحقیقاتش رو اتمیش رو نابود بکنه و اون موقع فرض این است که از چهار طرف اسرائیل هدف حملات موشکی قرار میگیره و باید خودش رو برای مقابله با یک چنین وضعی آماده بکنه. بله، خب آقای منوشمین، به نظر میرسه که اصلا ارتش اسرائیل داره خودش رو آماده میکنه، بخشی از تمریناتی رو که شروع کرده، نمیدونم اینا تا چه حد فقط برای پیشگیریه یا برای تهدیده و چقدر جنبه جدی میتونه داشته باشه. شما چقدر خودتون از عدد 1 تا 10 چقدر فکر میکنید که شب بخوابیم بلند شیم صبح یه خبری مثلا از حمله نظامی بشنویم؟ بله، این سوال بسیار بسیار سوال خوبیه و بسیار سوال درستی هست. ببینید، در این لحظه که من با شما صحبت میکنم تو یکی از کلاس‌های درسی دانشگاه صنعتی کیت هست در شهر خلون، میخوام بگم که بسیاری از این تدارکاتی که اسرائیل انجام داده و نشون میده که ما آماده حمله هستیم، اینها جنبه روانشناسی و جریان جنگ تبلیغاتی داره و یک نوع هشداری است به ملت‌های جهان، به ویژه به کشورهای غربی، که شما اگر اقدام نکنید ما خودمون دست به کار میشیم و بریم و اون وظیفه‌ای رو که داریم انجام میدیم. یعنی در حال حاضر من هنوز میتونم بگم که این اقدام اسرائیل جنبه هشدار دهنده داره، جنبه تحریک کننده که بلند شیم و یه اقدامی علیه حکومت ایران بکنید. آقای بایدن، مگه شما الان نگفتید امروز که در برابر هر حمله پهپادی ما اقدام میکنیم و واکنش نشون میدیم؟ خیلی خوب، حمله کردن، این دیگه نمیتونید این کار بکنید، برید و روش اقدام بکنید. بنابراین پرسیدید که چند درصد احتمال داره، از 1 تا 10 من تشخیص میدم که به این پرسش شما پاسخ ندم، به خاطر اینکه یک قلیانی و یک سیلانی در اوضاع هست که هر لحظه ممکنه عوض بشه. ولی پاسخ کلی من این است که در حال حاضر احتمال آغاز حمله بسیار بسیار ضعیفه، ولی وقوع حمله میتونیم بگیم محتمل، ممکنه حتمی باشه، به خصوص که ما میبینیم که آقای ابراهیم رئیسی میگوید که مذاکره بی مذاکره، آقای امیر عبداللهیان میگوید که شما اول ثابت بکنید به ما امتیازات رو بدین، تحریم ها رو بردارین، ما یه مدتی صبر میکنیم ببینیم که شما واقعا جدی میگید، اون موقع حاضریم که ما هم به برجام بازگردیم. یعنی میاین و یک رشته شرایطی رو قائل میشن که امکان ناپذیر اجراش، یعنی نشون میده که حکومت ایران نمیخواهد که وارد مذاکره بشه و به توافق برجامی برسه. این وضع بسیار خطرناکی است. یعنی از یه طرف آقای بلینکن میگوید که پنجره فرصت ها داره بسته میشه، آقای برم میگوید که همه گزینه ها روی میزه، از سوی دیگر اسرائیل همه تدارکات نظامی لازم رو انجام داده. بنابراین ما اون فتیله داره به بشکه بارود نزدیک میشه. آیا انفجاری رو خواهد داد یا نخواهد داد قابل پیش بینی نیست، ولی در حال حاضر تمام این آمادگی های نظامی اسرائیل جنبه هشدار داره که ملت های دنیا رو به تکان در بیاره و اقدام بکنه. آقای منوشمیر، اصلا فکر میکنید اسرائیل بدون هماهنگی با غرب و به خصوص آمریکا ممکنه دست به عملی در این اندازه ها بزنه تو خاورمیانه؟ بله، ببینید، اینم یکی از سوالهای بسیار مهم و حیاتی هست. بذارید یک جواب احتیاط‌آمیز بهتون بدم. ببینید، مسلمه که اسرائیل ترجیح داره که حتی خودش هم نه، بلکه ایالات متحده این کار رو انجام بده. ببینید الان B-1B بمب‌های رو با خودش حمل میکنه که سنگر شکنه، البته این واژه رو ما 2 سال پیش هم شنیدیم، بمب‌های سنگر شکنه، قبلی نسل قبلی
میتونه تا 20 کیلومتر وارد بتون بشه و منفجر بکنه. الان این بمب‌های سنگرشکن جدیدی که ارتش ایالات متحده دو هفته پیش آزمایشگر میتونه سه برابر این انجام بده. B1B هم میتونه با آسانی این بمب‌ها رو بیاره و پرتاب بکنه. بنابراین خیلی راحت‌تره که ایالات متحده با اون قدرت عظیمی که داره بره و این کار رو بکنه. ولی یه لحظه تصور بکنید که شما دست و بالتون بسته است، یک قاتلی شمشیر رو گذاشته روی گردن شما و میخواهد فشار بده. بنابراین شما از روی ناچاری بلند میشید، خیزش میکنید، با سر میزنید، طرف رو به زمین بیاندازید و از خودتون دفاع بکنید. یعنی اگر برای ایالات متحده کل جریاناتی که به اونها اشاره میکنیم این جریانات جنبه خطر استراتژیک، خطر راهبردی داره، برای ملت اسرائیل خطر موجودیتی داره. یعنی آمریکا که دور از منطقه ممکنه یه آسیب جزئی ببینه، ممکنه یکی از پایگاه‌هاش رو در خاورمیانه ویران بکنن، ولی موجودیت اسرائیل بر خطره. کشوری که 550 کیلومتر طولشه، 10 کیلومتر در پرجمعیت‌ترین نقاطش و 100 کیلومتر در بخش جنوبیش ارزش است. آسیب پذیره. اگر اقدام نکنه فوراً، اون موقع ممکنه که دیر باشه. بنابراین چاقو هنوز به گردن اسرائیلی ها نخورده، یعنی تماس پیدا نشده، ولی این چاقو رو اونها به هوا آوردن، میخوان که وارد بکنن. حرف های رئیسی، سلامی، باقری، امیر عبداللهیان یا هر کدوم دیگه از اینها رو که ببینید، اینها همشون نتیجه که میشه گرفت این است که ما نمیخواهیم مذاکره کنیم، اگر هم مذاکره کنیم نمیخواهیم به توافق برسیم. اول شما برادر خواندگیتون رو ثابت کنید، همه تحریم ها رو برداریم، یه مدتی بگذره، ما میبینیم که اگر نتیجه داشت و شما جدی بودیم، بعد ما لطف میکنیم میایم سر میز مذاکره میشینیم. چه مذاکره ای؟ اونا چه گذشتی رو ممکنه بکنن؟ هیچی. بنابراین این ترفندها رو به کار میبرن و جان ملت ایران رو به خطر میاندازن. بالاخره یه لحظه میرسه که ایالات متحده و کشورهای دیگه بگن که اصلا نمیشه با این حکومت کنار اومد و گزینه باید گزینه نظامی باشه. یعنی سیاست دیپلماسی پرزیدنت بایدن شکست خورده و باید راه دیگر، گزینه‌ای رو در پیش گرفت. با زبانی با حکومت ایران صحبت کرد که این زبان رو درک میکنه و اون موقع خطر جنگ بسیار بسیار جدی میشه. و هر اندازه هم که کشورها سعی کنن که این جنگ محدود بشه به تأسیسات اتمی و قرارگاه‌های نظامی و مراکز پرتاب موشک، باز نمیشه گفت که جان مردم غیر نظامی در ایران به خطر نیفته. تا اینجا آقای میرشمیز، یک وضعیت خاصی برای ایران پیش اومده. یه حکومتی دارای 2-3-4 حد اکثر 5 میلیون طرفدار در سراسر ایران یا دنیا، در حالی که همه دولت‌ها باش مخالفن، در حالی که 80 میلیون جمعیت هم داخل کشور باش مخالفن، و این مخالفت ها داره میره برسه به یه برخورد. در صورت وقوع این برخورد، آره، احتمالاً این ابعادش تا کجا میتونه پیش بره به نظر شما؟ یه موقعی حکومت داره پشتیبانی مردم بود، جنگ عراق اتفاق افتاد، مردم رفتن مالشون هم دادن، نمیدونم بچه هاشون هم به زور فرستادن، بچه ها از دست پدر مادرها در، ولی من به نظر نمیرسه الان جمهوری اسلامی موقعیت سال 58 داشته باشه در جنگ ایران و عراق. شما چی فکر میکنید؟ در اگر این اتفاق بیفته ابعادش چقدر خواهد بود؟ چگونه خواهد بود؟ بله، این پرسش بسیار درسته است و
برمیگردیم به پرسش اول شما که آیا جنگ میشه یا نمیشه. ببینید، حکومت ایران یک حکومت ترسوست. یاوه سرایی میکنه، خزعبلات میگه که ما میزنیم نابود میکنیم، ده چنان درسی به شما میگیم که دیگه از این غلط ها نکنید و غیره و غیره، ولی در واقع بسیار بسیار ضعیفن، بسیار بسیار آسیب پذیرن و میدونن که اگر جنگی بشه و سپاه پاسداران، بسیج و دیگر نیروها مشغول رویارویی با یک حمله بیرونی باشن، این فرصتی رو به ملت ایران میده که به پا خیزن و بتونن که این حکومت رو براندازن. یعنی آغاز جنگ به مفهوم به خطر افتادن موجودیت حکومت میشه و امکان و فرصتی میده به ملت ایران که اینها قیام بکنن و برای برانداختن حکومت تلاش بکنن و این رو حکومت خوب میدونه. بنابراین اگه من تردیدی دارم که آیا حتما جنگ میشه یا جنگ نمیشه، یکیش همینه که حکومت ایران برکمنشیف داره، یعنی میره تا آستانه پرتگاه ولی همونجا متوقف میشه. یعنی باید حکومت ایران رو به یک چنین مرحله رسون و بهش گفت که توقف بکن. الان در این لحظه تمام تلاش حکومت ایران در این است که بیشترین زورآزمایی و قدرت نمایی رو نشون بده که شاید غرب رو بترسونه و باز داره. ولی اگر این سیاست به نتیجه نرسه، که نخواهد رسید امیدواریم، اون موقع حکومت ایرانه که باید عقب نشینی بکنه. اینها عوامل بسیار بحرانی است که میپرسید آیا جنگ میشه یا جنگ نمیشه. اینها رو باید در نظر گرفت. اگر دست حکومت ایران باشه، نه جنگ نخواهد شد. حکومت ایران جنگ رو نمیخواد، چون جنگ مساوی با نابودی رژیم خواهد بود. ولی نپرسیدیم از آمریکا و از اسرائیل که اونا جنگ میخوان یا نمیخوان. البته اونا هم جنگ نمیخوان، ولی اگر چاره باقی نمونه اونها دست به جنگ میزنن. ولی حکومت ایران این توان رو نداره که با نیروهای بین المللی، با ارتش اسرائیل، با ارتش ایالات متحده در منطقه در بیفته و این رو کاملا میدونن و در نظر دارن. تا اینجا آقای منوش امیر، من فکر میکنم مهمترین دولت هایی که نگران اتمی شدن جمهوری اسلامی هستند، اسرائیل و امریکا نیستند، عرب هستند. عرب به شدت بیشتر نگران این موضوع هستند و در یه مقطعی اسرائیل داشت به اینها خیلی نزدیک میشد، در حالی که میدونیم مثلا عربستان با یک درجه فاصله داره از آقای دولت آقای بایدن. اما این کاری که اسرائیل داشت تو کشور عربی میکرد یواش یواش کم شد، بیرنگ شد. آیا نظرتون چی راجع به این موضوع؟ نه، لنگ نشده. مسلماً این روند آشتی خیلی به خوبی داره پیش میره و اینکه حکومت ایران مرتب داره قربون صدقه عربستان میره که بیا با هم اختلافاتمون رو حل بکنیم، از ترس پیوستن عربستان، اسرائیل، ایالات متحده و امیرنشین‌ها به یک پیمان نظامی است که سنتکام هم در اون نقش موثری رو ایفا بکنه. از این نظر نه، حکومت ایران جرأت نخواهد کرد که کشورهای عرب منطقه رو مورد حمله قرار بده. حمله به عربستان یا امیرنشین‌ها به مفهوم حمله به پایگاه‌های آمریکایی خواهد بود و اون موقع دیگه پرزیدنت بایدن باید مماشات رو کنار بگذاره و پاسخ قاطع بده. همین دیواندی هم که فرستادن، با اینکه یک اقدام بسیار بسیار نمادین هست، این رو باید یک هشدار و یک اخطار تلقی کرد به حکومت ایران که ما جدی هستیم، پا روی دم شیر نگذارید. تا اینجا آقای منوش امیر، عربستان اظهار تمایل کرده یا میشه از روی خوش نشون داده به جمهوری اسلامی، اما جمهوری اسلامی خیلی ابراز شادمانی میکنه، از مذاکرات حرف میزنه. عربستان به نظر میرسه توی یک محضوریه. آیا ممکنه که اسرائیلی ها مانع نزدیکی عربستان به ایران باشن؟ من بخش آخر سوالتون رو نشنیدم. عرض میکنم آیا به نظر میرسه یک اشکال عمده‌ای در
نزدیک شدن ایران به عربستان است، در حالی که میدونیم جمهوری اسلامی به شدت علاقمنده که با عربستان نزدیک بشه. آیا ممکنه اسرائیلی ها مانع نزدیک شدن عربستان به ایران بشن؟ به جمهوری اسلامی؟ نه، ببینید ممکنه که رهبران حکومت ایران هوشمند باشن، زیرک باشن، ناقلا باشن، ولی بن سلمان، محمد بن سلمان و فیصل الفرهان و دیگران، اینها آدم های ساده لوحی نیستن. نه، عربستان هیچ روی خوشی به حکومت ایران نشون نداده، هیچ نزدیکی بین طرفین به وجود نیامده. همین ایران گفتش که ما 4 دور مذاکره داشتیم با عربستان و مایلیم که ادامه بدیم، به عربستان جواب سردی نشون داده. فراموش نکنید که همین 2-3 روز پیش بن فرهان و دیگران، یعنی پایه‌گذاران سیاست خارجی عربستان، آمدن و حزب الله لبنان و انصار الله و گروه های مزدور حکومت ایران رو به شدت مورد حمله قرار دادن، اونها رو عامل بدبختی ملت لبنان تلقی کردن و حتی سفیران لبنان رو اخراج کردن. بنابراین حتی در این مرحله که ظاهرا حکومت ایران هی میگرده و سعی میکنه که به عربستان نزدیک بشه، ما میبینیم که عربستان مزدوران رژیم ایران رو، حوثی‌ها رو، به شدت مورد انتقاد و حمله قرار میده. بنابراین خیر، حکومت ایران تلاش میکنه، حکومت ایران میخواهد که هرچی زودتر به عربستان نزدیک بشه، ولی عربستانی ها دیگه به حرفای حکومت ایران اعتماد نمی کنن، نکردن و هیچ نزدیکی هنوز به وجود نیامده. برخلاف شما که سعی میکنید که یک تحلیلگر محافظه کار باشید، من 2-3 سال دارم میگم احساس خطر فوق‌العاده‌ای میکنم، یعنی فکر میکنم که با اومدن آقای رئیسی جمهوری اسلامی ناچاره که به شعارهاش پابند بمونه و متاسفانه آقای خامنه ای مثل آقای خمینی یه رفسنجانی کنارش نداره. آدمایی که دور و برش هستن آدمایی نیستن که تدبیر امثال رفسنجانی رو داشته باشن. در زمان سرکشیدن جام زهر و آقای خامنه ای زیر بار سرکشیدن جام زهر نخواهد رفت و به قانون پولشویی نخواهد پیوست. در مذاکره با آمریکا تن به خواستای آمریکا نمیده. ترکیه داره دیوار مرزی میکشه، پاکستان داره دیوار مرزی میکشه، فاصله ایران و امارات اختلافاتشون به اوج خودش رسیده. آقای منشمی یک تحلیل کلی از این وضعیت به ما بدید، حالا نگید چی میشه ولی بگید ممکنه چی بشه. صداشون بسته است. به صورت یه سوال مطرح کنید. عرض کردم که با این وضعیت موجود نگید، نمیخواد بگید، شما پیشبینی نمی کنید که چی میشه هیچ وقت، ولی به ما بگید ممکنه چی بشه لااقل. در مورد روابط ایران و عربستان؟ نه مجموعه، شما عربستان فقط عربستان نیست. ببینید واقعا حکومت ایران در آستانه سقوطه، یعنی اینها دارن میزنن به سیم آخر و یک گروهی حکومت رو در دست گرفتن که اکثرا سپاهی هستن. اکثرا فرضشون این است که هرچه بیشتر زور بگی بهتر میتونی هدفهای خودت رو پیش ببری. این همون ولی و از خمینی درس نگرفتن. خمینی در سال دوم جنگ با عراق میتونست بگی که خیلی خوب، بیاید آتش بس برقرار کنیم، مذاکره کنیم که برای تامین خسارت ایران چقدر شما پول باید بدید. گفت نه، ما این جنگ رو انقدر ادامه میدیم که صدام بیفته و اسلام بر عراق مسلط بشه. به این ترتیب
6 سال جنگ رو طولانی تر کرد. این همون سیاستی است که رئیسی داره، همین سیاستی است که خامنه ای داره. یعنی اونها درس عبرت نگرفتن، فکر میکنن که هر چه که بیشتر اصرار بکنن زور بازونشون به در رجز بخونن یا به سرایی بکنن خوزعبلا تحلیل مردم بدن میتونن سیاست های خودشون رو پیش ببرن. خیر، متاسفانه درس عبرت نگرفتن و به این سیاست ادامه میدن تا لحظه ای که سرشون به سنگ بخوره و اون موقع یه دفعه بیدار میشن، هوشیار میشن و میخوان که جلوی خطرناکتر شدن وضع رو بگیرن، ولی ممکنه که اون لحظه دیگه خیلی دیر باشه براشون. بله، سپاسگزارم از شما آقای مرشد. میدونم که جشن همه منتظر شما هستن، خیلی دوستانتون اونجا نشستن، نتونستیم صدای این جشنی رو که اینجا هست بشنویم. من خودم با یه گوشم میشنوم و ترانه های زیبای میهنی اجرا کردن، سخنرانی های پرشور هست و انشالله ازشون خواهش میکنیم که فیلمش رو برای شما بفرستن که از قول ما به همه خسته نباشید بگید و تشکر کنید از همه و بگید ملت ایران هم هموطنانتون هم قدردان کار شما هستن. سپاسگزارم. تشکر میکنم.